در این لحظات برنامه مصاد محترم عزت الله از طریق اسکایپ میخوان صحبت خوبشان در رابطه با ماه مبارک رمضان و شبهای قدر همراه ما و شما ایزان شریک بسازند ما و مصاد محترم منتظر نمیمونیم و میریم به طرفشان و سوالاتی که در رابطه با شبهای قدر داریم همکار مرستم از استاد محترم میپرسن و ما و شما معلومات کلیتری را خوب است که در رابطه با شبهای قدر بدست دست بیاریم رستم؟ بله دقیقاً چنانچه پیامبر بزرگ اسلام در رابطه با شب قدر میفرمایند که هر کسی که شب قدر را زنده بدارد عذاب از, از او تا سال آینده رو میگرداند پس در این رابطه هم میخواهیم صحبت های بیشتر داشته باشیم که شب قدر چرا شب قدر نامیده میشه فضیلت شب قدر چی هست و در مورد شب قدر مفسران قرآن چه موارد مهم را بیان کردن تمام این نکات مهم را میخواهیم صحبت بکنیم با استاد محترم عزت طارق استاد پهنتون سلام و هم به شما برسه استاد خوش آمدید به زندگی سلام خدمت شما و خدمت علاقمندان برنامه صبح زندگی امیدوار هستم که روز 21 ماه مبارک رمضان هم به خوشی و طاعت آغاز کرده باشند بسیار تشکر سلامت باشین انشالله که بر شما هم روزهای ماه مبارک رمضان و روزهای قرنطین تا ایندم دم به خیر سپری شده باشه دو سلامت باشید تشکر استاد ابتدا می که در مورد شب قدر صحبت بکنین که شب قدر چرا به این نام مسما شده خب تشکر میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم خب خود قدر از لحاظ لغت دو معنا داره که به معنای عظمت و تشریف و تکریم و بزرگی را معنا میته و از طرف دو معنای تنظیم شدن و اندازه کردن را معناه هم معنا میته. که ما گاهی به معنای تنگی هم استعمال شده و قرآن از خود تعبیر میکنه که چرا ایره قدر میگیش در یک جای دیگر هم ذکر میکنه که خداوند جل تزمته در این شب قرآن کریم نازل کرده به نام شب مبارک یاد میکنه و یکی از خصوصیات از این شب ای است که در پهلوی عظمت و بزرگیش که قرآن کریم نازل شده خصوصیتش ای است که خداوند جل تزمته در این شب برنامه یک سال زندگی انسان ها و چیزی که مربوط به انسانها میشه تنظیم میکنه ادمی جهت از قرآن عظیم شان می فرماید بالله من الشیطان و فیها فی امر حکیم در این شب تنظیم میشه شه جدا می شه تمام اوامر که مربوط به دنیا میشه با یک حکمت و با یک تدبیر پس از این جهت هم معنایش معنای با عظمت است که میزبان قرآن کریم بوده و قرآن کریم در ای شب نازل شده به معنای شرافت بزرگی معنا می و هم به معنای تنظیم کردن و اندازه کردن امور خیر تا سال آینده که برای یک سال با اوامر الله جلت ازمتو تنظیم میکنه بسیار و بعضی از مفصل بعض تشکر بعضی از مفسین هم ذکر میکنن که قدر به معنای تنگیر هم میگن که در این شب ملائک زیاد نزول میکنه در زمین و از بس که زیاد می باشه و تنگی میکنه این زمین برش اندازش کمتر است نسبت به حضور ملائک از این جهت هم قدر میگنش اما یک موضوع اجتهادی از دو مورد را که قبلا ذکر کردم منسوس است که خود قرآن کریم مورد تفسیر کرده بسیار عالی استاد حالا در مورد حقیقت شب قدر میشه صحبت بکنین که واقعا حقیقت این شب چه هست خب وقتی که ما قرآن عظیم شان تلاوت کنیم از سوره قدر خودش تبیین در این موضوع اگر چه قبل از سوره قدر می بینیم که سوره علق است که اقرب اسم را به کلازی دوستان مشناسانش به این وان او در اول آیه خود میفرماید که اقرب خانه پیامبر بعد به نام خداوند بخواد چی را بخوانم آن چیزی را که در شب قدر نازل شده که سوره قدر است و در اخیر سوره ما قبلش هم میگه که واسجد وقت تر سجده کو و تقرب بجوی بعد موقعت شبان میکنه که کدام شب زیادتر شب تقرب و شب سجود و شب نزدیکی به الله جل عظمت است که میگه انزلنا و فی ليله القدر ما آن را نازل کردیم در شب قدر که شب قدر شب تقرب و شب سجود از الله جل بعد خود قرآن کریم ای را تفسیر میکنه که این شب حقیقتا چه شب است و میگه ای پیامبر ترا چی چیز درک کردی نه که این شب چه شب است میگه شب است که بهتر از هزار ماه هست یعنی که اگر هزار ماه را در سال تقسیمش کنیم حدود افتاده چند سال میگه که بهتر از افتاده چند سال از او شب است که شب قدر در او نباشه یعنی مجرد شب بوده باشه و بهترین شب است که یک خصوصیتش ایست است که قرآن کریم در این نازل شده و این شب مبارک است و دوم خصوصیتش ایست است که خداوند جل تدمتو در این شب برنامه یک سال تنظیم میکنه سیم خصوصیتش است که خداوند جل او در این شب ملائکه به اذن خودش نازل میکنه یعنی ملائک به اجازه پروردگار در این شب نازل میشن و در جمع ملائک جبرائیل امین است که نازل میشه قرآن کریم به او تصریح کرده که نازل میشه و اونها بشارت میتن بر کسایی که اعمال نیک و اعمال خیر انجام میده و کسایی که اعمال زشت انجام میده و از اعمال خیر این اجتناب میورده و از اعمال زشت دوری نمیکنه به آنها هشدار میتن ملائک و چهارم خصوصیتشی از کلا جلالت عظمت او میگو سلام است و و سلامتی و درود است از طرف خداوند جلالت عظمت او بر بندگان خالصش شب های قدر از سر شب الى صبح یعنی تمام شب شامل میشه و همچنان درود که الله جلالت عظمت او در کنار درود امن و امان است از طرف الله جل تدمته بر بندگانش در این شب که تمام این محتویات سوره قدر به شکل منظم تبین میکنه که این شب با دارای اینمی حقایقی است که قرآن عظیم شان برای ما تصویرش میته و در موردش صحبت کرده بسیار عالی استاد آیا شب قدر هم از خود نشانه ها و یا هم علامه های خاص هم داره و در کدام شب ها ما باید بیشتر شب قدر را جستجو بکنیم خب شب قدر پیغمبر بزرگ اسلام در حدیث نبوی اشاره کرده که شما شبهای قدر در شبهای تاق ده اخیر ماه مبارک رمضان جو کنید باز مفسرین یک بحث اجتهادی دارن میگن که پنج شب است که قرآن کریم پنج شب است که پیغمبر علیه السلام و را گفته که شبهای تاق شب 21 شب 23 شب 25 شب 27 شب 29 است از همین جهت است که سوره قدر هم پنج آیه داره برن هم همخانه زیادی داره که در این پنج شب جست جو شود و بعض مفسرین بحث اجتهادی میکنن که بیشتر به شب 27 میگن از این جهت که مثلا لیلت القدر اگر ما خودش از ببینیم نو حرف است و لیلت القدر سه بار ذکر شده است نو را که ضرب سه کنیم 27 میشه که شب 27 میشه از یک جهت ذکرش میکنن و از جهت دیگری که سوره قدر وقتی که ذکر میکنه و در اخیر آیه میگه که هیه حتی مطلع الفجر هیه زمین به سوی القدر است اگر واجه ها را حساب کنیم مثلا صورت ها هیه هیه واجه بیسته یعنی که بعضا میگن غیر مستقیم قرآن کریم به این اشاره کرده اشارات غیر مستقیم داره که شب 27 بوده باشه اما در مجموع الله جل تعالی شب گون گذاشته تا مسلمان ها بیشتر تلاش کنند و شبهای زیادتر تلاش کنن اگرچه این شب قدر در کل سال یک بار است باز خاصش ساخته که در ماه یک بار در ماه رمضان است باز خاصتر شده که در ده اخیر ماه مبارک رمضان است باز مطابق به حدیث نبوی خاصتر شده که در پنج شب طاق است و ایران که مفصلین یک بحث اجتهادی کرد اگرچه دلیل بسیار واضح برش نیست که شب 27 بوده باشه اما این بحث های اجتهادی را ذکر کردن که با این اشارات میتونیم دریافت کنیم که شب 27 ماه مبارک رمضان باشه اما خصوصیتی که داره در این شب هایی که او درک میکنن یعنی این شکل شب می بوده باشه این تو خصوصیات بسیار ظاهر نداره که هر کس بفهمه که شب شب قدر است اما کس درکش کنه احساس راحتی و احساس سکون و احساس آرامش برش میشه چون ملائک را اطرافش شد چنان متبرکه ذکر میکنه که ملائک کسایی که به پیچانه رحمت خداوند پیچیده میشه احساس آرامش میکنه حالا اگر ما مثال بتیم مثال نرم افزاری یا سخت افزاری به مثلا یک نفر در یک ساحه که اوج زیر پوشش وای فای می بوده باشه اگر پسوردش گرفت شامل میتونه شود اگر پسوردش نداشت با وصفه که وای فای است ولی وصل شده نمیتونه بدانی شب شامل همه مردم میشه اما کسایی که شب درک میکنن و طاعت عبادت میکنن و مخلصانه میبوزده باشند در حضور الله جلت عظمت اونها اون رو درک میکنن که احساس آرامش و احساس عظمت میکنن اما باز اظهاراتی که دوستان میگن روشنی میباشه در و, و همه چیز به حالت سایده می ای این چیزای مزخرفات است که اسرائیلیات است مبتنی بر کام دلیل واقعی و دلیل قطعی نداره پس تنها شبی است از لحاظ ظاهری مانند شبهای دیگر گرچه پیامبر بزرگ اسلام در یک حدیث دیگرم هم میفرماید که روزی که شب لیله القدر سپری شده باشه روزش آفتابش خیره می باشه تا وقت اشراق یعنی اگر ما از لحاظ ساعت بگیریم تا ساعت 8 بجه آفتابش خیره می بوده باشه اما ای بعد از او است که ذکر میکنن ولی خود شب الله ظاهری تا زمان که کسی درکش نکنه و به طاعت عبادت نبوده باشه به اصطلاح یا وصل نشه او را لحاظ ظاهری درک کردن میتونه مانند یکی از شبهای دیگر است اما الله معنویات از لحاظ محتویات بسیار شب با عظمت و شب بزرگوار است که الله جلت عظمت تو در این سوره هیچ چیز از سه بار تکرار نکرد مثلا دهم موارد گفت و ما و ما در بسیار سوره های دیگر هم ذکر کرده اما بعد پس تذکر از خودش نرفته اما اینجا می که لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر که سه بار تاکید برای عظمت بزرگی است و در اینجا اگر سوره را دقت کنیم که قرآن کریم خود قرآن کریم که وقتی میگه نازل شده از ذکر میکنه نامش ذکر نمیکنه این نمیگه این این انزلناه سال که کلش ذکر میکنه و زمیر همینجا همش به از بر عظمت و بر تکریم و بر تشریف است پس این شب به لحاظ عظمت از لحاظ بزرگی بزرگتری شب است که نزد الله جل قدماته که در این شب قرآن کریم نازل کرده خیلی خوب استاد حالا در مورد اعمال که ما باید در شب های قدر انجام میتیم بر ما بگوین و مشخصا عبادت یک مسلمان چگونه باید در شب های قدر باشه خب شب قدر عبادت خاص دیگر نداره همین عباداتی که در گذشته و در دیگر شب ها انجام میشه در این شب میتونه انجام شود تلاوت قرآن کریم بوده باشه و خود نماز تراویز و نماز تهجد است اما از اس پیامبر بزرگ اسلام پرسیدن یا رسول اگر ما شب قدر درک کنیم چه دعایی را بکنیم پیامبر بزرگ اسلام دعای مشخصی را ذکر کرده که خدمت شما عرض میکنم که ایره گفت زیادتر بخونش اللهم این عفو و کریم و تحب العفا فعفو که پروردگار تو بخشنده و مهربان هستی و با کریم هستی ما را مورد بخشش و مورد عفو قرار بده این دعا را گفت زیادتر شب بخونه پس مهم است که در این شب عبادت بسیار ارزش فوق العاده داره و تقرب بسیار به الله جل و در این شب بسیار زیاد نوعی اثر است بنا ان خود که دوستا و برادر و خواهر انجام میتن تن عبادت میکنن در کنارش که تهجد است که اشرو کا تهجد است و وتر خدا در آخر شب بخوانند و تلاوت قرآن کریم هم داشته باشند اما نه که اثر شب تا آخر شب تلاوت داشته باشان و عبادت داشته باشن خود از پای بندازن بلکه با برنامه تراوی خدا کردن استراحت خدا میکنن تلاوت قرآن کریم هم کنن منتها در وقتی که بیدار می بوده باشن زیادتر امی دعا را ذکر کنن که الله فا اینک عفون کریمون تحب العفا فعفو عنا یا کریم یا رحیم که ای دعا را پیامبر صلی الله علیه و سلم مشخصا ذکر کرده پس عبادت عباداتشان بسیار با ارزش و با عظمت در نزد الله جل او محاسبه میشه و اگر در بین عبادات استراحت هم میکنن مثلا بعد از تراوی و بعد از تلاوت استراحت میکنن تا سحری و سحری بازم تعجد خدا میکنند تلاوت میکنن این استراحتشان هم من حیث عبادت نزد الله جل و حساب خواهد شد چون در بین عبادت است سر شام عبادت است در آخر شام عبادت است و نه که باز دوستا دیگر وقتا را کنار میگذارن تنها در شب قدر بسیار خود از زله و مانده میسازن چنانچه پیامبر بزرگ اسلام خداوند جل دم او خود گفته که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا اطاعه که پیغمبر بزرگ اسلام از قرآن ما نازل نکرده ایم که بالای تو مشقت و سختی شوه به مو اندازه که کسالت و به مو اندازه که خستگی را به بار نبه. پس عبادت با مو اندازه ارزش داره به حضور الله جل جلاله تو درون نشاط و درو تازگی بوده باشه هرگاه در او خستگی آمد و ملالت آمد او عبادت از عبادتگری میبره پس عبادات را که انجام میتن مان عبادت روز برست. تنها دعایی که زیادتر میشه دعای را خدمت شما عرض کردم من است اما نباید در جریان دعا و در عبادت کسالت به ارگا که خستگی و احساس کسالت فطور کرد میتونه که استراحت کنه به شکل راحت بوده باشه نه اینکه که خدا خسته و ذلب سازه در صورت که خسته و زلب سازه مو حیثت و جایگاه عبادتش هم کیفیتش پایین مه. بسیار تشکر استاد و های ساکنین سال میخوایم از شما بپرسم در مورد فضیلت و عظمت شبهای قدر که چقدر فضیلات و عظمت زیادتر نسبت به سایر شبها در ماه مبارک رمضان داره از شما بشنویم چنانچه قرآن عظیم در مورد فضیلتش خود ذکر میکنه که بهتر از هزار ماه هست یعنی اگر کسی در این شب عبادت نکنه و این شب به عبادت سپری کنه مانده هزار ماه را در عبادت سپری کرده باشه که افتاده چند سال میشه اون شب قدر می بوده باشه پس کسی اگر در ش... در کارنامه های خود عبادت شب قدر داشت مانند از که افتاد چند سال عبادت کرده بوده باشه یک مورد دومی که این شب بسیار زیاد ملائک حضور می داشته باشه وقتی که ملائک حضور داشته باشه رحمت حضور داشته باشه آنها دعا میکنن کسایی که دعا میکنن در با دعا از اونها ملائک امین میگه پیامبر بزرگ اسلام میفرماید کسی که دعایش با امین ملائک همخوانی پیدا کنه یک جا شود دعا از او هیچ مسترد نمیشه پس بنا ان اجابت دعا در این شب بسیار زیادتر است که ملک در اوج حضور می داشته باشه مخصوصا جبرائیل امین حضور می, دا... می داشته باشه سیم موضوعشی است که در این وقت یا شب قدر الله جل عظمته در کنار از که ملائک آمین میگه در کنار از که شب مبارک است بسیار اجابت میکنه دعا را در کنار از اینکه عبادت بسیار با قیمت بلند یا با ارزش بلند الله جل عظمته محاسبه میکنه اجابت دعا را میکنه پس خواهش ما از دوستان می است که در این شب ها زیادتر دعا بر خیر فلاح خود و خیر فلاح کشور کنند تا این مصیبت ها را از افغانستان و از همه امت اسلامی خداوند جل تعالی و تو دور کنه و برای همه ما توفیق بته که تا زندگی با سعادت داشته باشیم و زندگی با طاعت و عبادت الله جل تعالی دا ما دور داشته باشیم و خیر فلاح در جامعه داشته باشیم و عظیم شب مبارک و عزی عظمت بزرگیش برای خیر فلاح مسلمین و خیر فلاح جامعه ما دعا کنیم و استفاده عظمی بکنیم انشاالله که تمام طاعات و عبادت همه مسلمین جهان و مسلمانان افغانستان مقبول درگاه حق قرار بگیره و یک دنیا هم تشکر میکنم از شما استاد محترم از اینکه صحبت های بسیار مفید و ارزشمندتان را در رابطه به شبهای قدر با ما و بینندای عزیز شریک کردین اوقات خوب و خوش برتان میخوایم با شما همچنان تشکر از کردیم جهان سپاس از استاد محترم عزت الله طارق و های خیلی مهم و ارزشمندی که در رابطه با شبهای قدر همراه ما و شما ایزان شریک ساختن و خوب است که ما از این فرصت اطلاعی بهترین استفاده را ببریم به نزد خداوند متعال همچنان به دعا و نیایش بپردازیم چرا که خداوند در این شبها صدای ما را میشنوه و به ما آرزوهای ما را میرسانه و تمام گناهان ما از نزد خداوند متعال کاملا بخشیده میشه گزار از اینکه بیننده برنامه‌های ما هستید اگر برنامه قبلی ما را ببینید اگر می برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلک نمایید و اگر می به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلک نمایید